سلام اوقات شما به خیر و خوشی به کانال یوتیوب من خوش اومدین توی این آموزش قراره با همدیگه این مدل فرشته رو توی دو تا سایز مختلف درست کنیم و این از اون دست آموزشهایی محسوب میشه که مطمئنم حتی اگه هیچ دانش مکرومه هم نداشته باشین میتونین انجامش بدین بخش اول فرشته بزرگتره یه دونه بال فرشته 11 سانتی میخوایم یه دونه مهره و 25 میل نخ تابیده ی دو میل مکرومه یه حدود 20 سانت دو تا نخ طلایی سی سانتی بعد نخ مکرومه چار میل نخ نرم تا به مکرومه چار میل سه تا چهل و پنج سانتی نه تا چهل سانتی 8 تا 40 سانتی برای موهاش میخوام به علاوه 3 تا 45 سانتی دیگه برای موهاش خب اول از, هم، از همه یه دونه از اون نخهای تلایی ما بر میدارم دست عروسک رو میذارم نخای پیراهنش رو اون 9 تا 40 سانتی رو میذارم دو تا سر نخ طلایی رو جمع می کنم از داخل مهره چوبی عبور میدم و بعد موهای عروسک رو میذارم اون هشت دارشته چل سانتی رو میذارم و بعد نخها رو نگاه میکنم که از هر دو طرف مساوی باشن هم موها هم پیراهنش نخای تلایی رو از بالا گره میزنم محکم و سرش هم دیگه میبندم خب عروسک رو به همین شکلی که میبینین روی میز کارتون قرار بدین دستشو بذارین کنار موهاشو بذارین کنار الان ما فقط میخوایم پیراهنشو شونه بزنیم یه طرفش رو که کامل شونه زدین عروسک رو بچرخونین به سمت دیگه و سمت دیگه هم کامل شونه کنین با حوصله و صبوری شونه کنین که تمام نخواه از هم باز شه خب حالا عروسک رو میذارم کنار اون ستارشت نخ 45 سانتی که داشتم و بر یه چیزی حدود مثلا 10-12 سانت قسمت وسط این نخ رو می گیرم بافت میزنم. حالا الان گفتم 12 سانت شک کردم ممکنه بیشتر لازم داشته باشین در هر صورت قسمت وسط نخمون رو قسمت وسط این در ستارشت نخوای بافت میزنم و اینو به این حالت چپ و راستی قسمت بالاتنه پیراهن قرار میدم عروسک رو میچرخونم به پشت کمربندش رو به همین شکلی که میبینین با اون تیکه نخ طلایی دیگه که داشتم به همین حالت میبندم دقت میکنم از هر دو طرف که منظم و مرتب در بیاد نخا رو هم رو هم نیفتن و بعد به این حالت تهشو میبندم اضافه هاشو میچینم و کمربندش تمام شد خب ببینیم با یه مقدار <applause> رو از قسمت جلو مرتب میکنم بعد این بافتای اضافه ای که مونده رو باز میکنم و بعدش دوباره شونه میزنم دوباره به همون ترتیبی که دیدین از این ور شونه میزنم میچرخونمش پشت کار و پشتش هم شونه میزنم دوباره وقتی مطمئن شدم تمام نخواه از هم باز شده میگیرم پایینش رو با قیچی مرتب میکنم دوباره میچرخونم روی کار از این برم حسابی شونه میزنم و از این برم مرتبش میکنم این کار رو بچه ها چندین بار انجام بدین سه چهار مرتبه تا اینکه کامل پیراهنش صاف صاف بشه خب شد به اندازه گره میزنم هر دو تا به یه اندازه باشن شون میچینم و میرم سر وقت بالش بالای من درو دو دو هستن در واقع دورنگن از هر طرفی که میخوام قسمت روی کار قرار بگیره رو میذارم در واقع به سمت جلوی عروسک قرار بگیره خب از موهای عروسک من سه تا رشته میخوام این بر عروسک بیاد سه تا رشته اون بر فقط دقت کنین بچه ها رشته موهایی که برمیدارین از هر دو طرف در واقع در امتداد همدیگه باشن و نخایی هم باشن که جلوی کار میان در واقع سه رشته برای این بر سه ترشته برای اون بر اون سرشت نخ 45 سانتی رو هم بافت میزنم و به این حالت قسمت بستتش رو بافت زدم به همین حالتی که میبینین این روی سر عروسک قرارش میدم و میزنم که این قسمت کار رو هم پر کنه هم یک مدل قشنگی به موهای عروسکم بده از هر دو طرف میچسبونمش و بعد میرم سر وقت شونه کردن موهای عروسک من برای اینکه به بالش و به پیراهنش و اینا گیر نکنه یه دفتر میذارم زیرش این شونه میزنم اون شونه میزنم و بعد میرم سراغ پشت موهاش خب پشت موهاشم که شونه کردم میگیرم یه باغ چی موهاش رو صافت میکنم دوباره اینم هم همین کار میکنیم سه چهار مرتبه شونه میکنیم و قیچی میزنیم تا هیچ نخ اضافه لابلای بافت نمونده باشه خب حالا موهای جلوی عروسک رو هم فقط یه نگاهی به عقب موها بندازین بچه ها که در واقع موهای جلو و موهای عقب عروسک رو یه کوتاه کنین من اینجا تو ویدیو نشون ندادم ولی این کار رو باید انجام بدین که قد موهای عروسک از عقب و جلوی موهاش به یک اندازه در بیاد میتونینم وقتی کارتون تموم شد بعدا چک کنین دوباره دفتر رو بردارین و چک کنین چک کنین که موهاش از عقب و جلو به یه اندازه باشه خب فرشته بزرگتر رو توی همین مرحله که الان هست میذارم کنار و میرم سراغ فرشته کوچیکترم بخش دوم اون فرشته کوچیکتره رو میخوایم درست کنیم من یه بال چوبی 9 سانتی دارم مهره چوبی 2 سانتی یا 20 میل دو تا مهره چوبی مربعی شکل 8 میل نخ دو میل مکرومه یه 18 سانت یه 38 سانت نخ 4 میل مکرومه یه, دون... یه 6 تا 20 سانت میخوام سه تا 24 سانت و 6 تا 20 سانت هم از رنگ موهاش میخوام دو تا نخ طلایی 30 سانت هم احتیاج دارم خب یه دونه از نخ طلایی ها میذارم نخ پاشو میذارم نخ بلندتر دو میله 38 سانتیمتر نخ دستشو میذارم نخهای پیراهنشو میذارم و بعد به این حالت دو سر نخ طلایی ما از داخل مهره چوبی رد میکنم بعدم نخ موهاشو میذارم و میبندمش اینو از قسمت بالا دوباره گرش میزنم شبیه اون عرصک بزرگتره دوباره توی این مرحله بچه ها چک کنید که نخای پیراهنش، دست و پاهاش، موهاش اینا از هر دو طرف به یه اندازه باشه خب نخ موها و دستش رو میذارم کنار. الان فقط میخوام پیراهنش رو اتو... شونه بزنم. از قسمت جلوی عروسک شونه میزنم. میچرخونم به پشت و پشتشم شونه میکنم. حالا اون سه تا رشته چهل سانتی که داشتم و میگیرم میبافمشون قسمت وسط نخو در واقع بافت میزنم اینم شبیه عروسک بزرگتر به همون حالت از پشت گردن عروسک ردش میکنم و کمربندش رو به همین حالتی که میبینین دور کمرش میبندم دو سمت نخ و محکم میکشم و بعد اضافه نخ رو قشی میکنم خب کمر بند و صافش میکنم اضافه بافت رو باز میکنم دوباره دامن عروسک و شونه میزنم با این نخایی که اضافه شده خب، الان بچه ها ببینین نخهای پاهای عروسک رو میگیرم رو به سمت عقب پایین دامنش رو صاف میکنم الان میچرخونم رو به اون ور دوباره شونه میزنم و این بار پاهای عروسک رو میبرم به سمت جلوی پیراهنش و دوباره از عقب صاف میکنم پیراهنش رو باز شبیه عروسک بزرگتر اینم چند بار این کار رو تکرار کنید شونه بزنین و صاف کنین چندین بار تا کاملا صاف بشه دست عروسک رو گره بزنین مراقب باشین دو تا دستش یه اندازه باشه اضافه رو قیچی کنین برای پاهاش بچه ها من یه قلاب برمیدارم به وسیله قلاب نخوا از داخل مهره چوبی رد میکنم اگه قلاب ندارین یه چسب نواری سر نخاتون بزنین و با چسب نواری راحت میتونین از داخل مهره چوبیتون ردش کنین دو تا پا رو به یه اندازه گره بزنین و دیگه اضافهش رو قیچ کنین موهای عروس عروسک رو شونه میکنم خیلی ساده شونه شون میکنم برای این عروسک هم میتونین اول موها رو جدا کنین موهای جلو رو موهای عقب رو جدا کنین بال رو موهای عقب و جلو رو جدا کنین بعد شونه بزنین من هر دو حالت رو بهتون نشون دادم توی عروسک بزرگتره به اون حالت توی عروسک کوچیکتره این یکی رو بهتون نشون دادم خب موها رو, رو روی سر عروسک میچسبونم این حالت حسنش به اینه که دیگه موها رو یکجا با هم کوتاه میکنیم و دیگه سایزشون یکی در میاد باز دوباره چندین بار موها رو شونه بزنین و خب قسمت جلوی موهای عروسک رو الان جدا میکنم میارم جلو قسمت عقب موهای عروسک رو میزنم بالا خب حالا بال عروسک رو میچسبونم خب موها رو دیگه میارم پایین شونه میکنم پیراهن رو از جلو از عقب مرتبش میکنم و اینم از عروسک کوچولوه میتونین توی همین حالت فرشته هاتون رو نگه دارین یا اینکه اگه دوست داشته باشین میتونین براشون چشم بکشین چشم و دهن بکشین من با یه مداد سیاه معمولی برای عروسک ها چشم میکشم و هر جا هم که خراب شد با پاکون راحت پاکش میکنم وقتی که از نتیجه راضی بودم چشما رو کشیدم و موجه ها و دهان و همه چی راضی بودم با یه مداد سیاه از جعبه مداد رنگی ها بر می دارم و پر رنگشون می کنم. بعدم با رژگونه گونه لپاش و قرمز می کنم با یه, با یه گوش پاک کن. و به این حالت چشم و دهان کشیدیم و اگه دوست داشته باشین میتونین یه چیزی هم توی دست فرشته هاتون بذارین من برای عروسک بزرگتر یه دونه قلب گذاشتم به همین حالتی که میبینین روی سینه عروسک من میچسبونم و برای عروسک کوچیکترم یه دونه پروانه گذاشتم توی دستش و عروسک های ما آمادن خیلی ازتون ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودین اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما توی کامنت ها برام بنویسین و امیدوارم که سلامت باشین و شما رو توی ویدیو بعدی میبینم خدا نگهدار